سلام بچه ها، خوش اومدین به ماجراهای سبزیجات. من باب گوجه فرنگی ام. منم لری خیارم. لری، با این وضعیت من فکر میکنم بهتره که استراحت کنی. منم خوبه باب، من باید برنامه رو اجرا کنم به خاطر موشموشک. بچه ها، اگه این همستر رو دیدید میشه بهش بگی دارم ازش تایی شده؟ اون بهترین همستریه که هم خیاری آرزوشو داره. اگه برگرده پیشم هر چقدر بخواد بهش پنیر محلی کمچار میدم. عاشق پنیر محلی کمچارمه. که این تو بهش بگی در قفص و عبدی باز نذاشتم، فقط یادم رفت ببندمه. بهش بگی وقتی بیاد خونه تو قفصش خاگرهی تازه میریزم. برگرد موش موشه، برگرد خونه. اشکال نداره، همه چی درست میشه رفیق. سلام بام، سلام لری غمگین. سلام رایانک، امروز برامون چی داری؟ مهدی بوستانی از خرم آباد در استان لرستان. سلام باب، سلام لری. سلام مهدی. سلام مهدی. لری جان چی شده؟ خبسترمو گم کردم، از رو کابینتم افتادم زمین. روز واقعا بدیه. راست میگی، برای منم روز بدیه. تازه رفتم به یه مدرسه جدید، هیچ دوستی هم اونجا ندارم. بفرنگی، یه جورایی پس حس میکنی تنهایی نه؟ آره. شاید تو هم یه همستر میخوای. اگه موش موشکمو پیدا کردی واقعا دوست خوبیه، قدرشو بدونی. خب مهدی، لری جان، براتون دوتا قصه میخوام بگم که فکر میکنم به درد هر دوتون میخوره. میدونین بچه ها، خیلی خوبه که گاهی به یاد بیاریم وقتی غم و غصه داریم خدا کجاست. بذارین اول این قصه لنی و جشن تولد گمشده شو واسه تون بخونم. لنی لبو بیدار که شد، خوب و خوش و سرحال بود. آفتاب حسابی میدرخشید و آسمون صاف صاف بود. چه روز عالی و زیبا و باشکوهیه. ولی درست همون وقت یه چیزی ناراحتش کرد. دنیا واسش تیره و تار شد، بدجوری دلخورش کرد. چون همونطور که شما هم میتونین الان ببینین، لنی کوچولو جشن تولدش رو گم کرد. پس صبونه من کجاست؟ خبری نبود، عجیب بود. باورش براش سخت بود. هشتا تو روز تولد صبونم رو می آوردن همینجا تو تختم. لنی کوچولو گیج شده بود و دوباره با پریشونی و ناراحتی به تقویم دستسازش که کج و کله به دیوار چسبونده بودش نگاهی انداخت. ولی امروز روز اول مارسه. لنی با حالتی متعجب و نگران گفت: بس کش نون قندی، سوسیس و آب پرتقالم. از تخت بیرون پرید، از پله ها پایین دوید. ببینم امروز چه خبر شده اینجا. پایین که رسید از تعجب همونجا خشکش زد. صبح بخیر لنی، گفت با مهربانی مادرش. خوبی پسرم؟ و پرسید حالش رو پدرش. اوه ببخشید لنی، خودت بگو، یادم رفت تخم مرغ تو چطوری دوست داری، نیم رو یا آب پز؟ آب پز. ولی انگار فراموش کردین امروز روز تعطیله. خواهرش دوید تو حرفاش. چیزی دارم که خفه گیرت میکنه. لیبی با هیجان گفت و لنی ذوق زده پرسید: خریدی؟ هیچی. و علی بی جواب داد: ببین چی جایزه گرفتم، تو این جنت ها بود، ببین چه خوشگله. کیتو قشنگه. مایوس و پکر پیش خودش فکر کرد: تولدم رو فراموش کردم، پاک. ولی خب چه پاک، شرمنده میشه از این کار آدمای فراموش کار وقتی یادشون میارم تو ماه سپتامبر. معلومه خیلی گشنت بود. بودو حاضر شو واسه مدرسه عزیز مامان. دیرت میشه ها. دختر نازم دیرین و عزدیم من یه عروسک نازم. از این بدترم میشه. لنی با خودش فکر میکرد که چرا مجبور برنامه خواهر کوچولوشو گوش کنه. حقم بود، امروز صبونمو میخوردم تو تخت، برنامه خودم رو گوش میکردم با خیال تخت. مدرسه هم برای لنی بهتر از بقیه چیزا نبود. کی میتونه به هم بگه این روزا تولد کیه؟ اینی میتونی بگی؟ توماس ادیسون؟ درسته. چی؟ لنی لطفا هر وقت از سوال کردم صحبت کن. لورا باز هم کسی هست تو این هفته؟ جورج واشنگتن؟ درسته.
پرسی؟ ابراهام لینکلن. شما مثلا دوستای منی، مگه میشه ندونین؟ لنی لیوان، معلومه متوجه حرفم نشدی. زنگ تفریح بیا تو دفتر، کارت دارم. بعد نهارم تنبیه میشی. تو صف غذا وقتی که حس میکرد بیارزشه واسه دوستاش، یهویی چشمش خورد به دسر دلخواش. تنها خوبی امروز بعد این همه بدیاش. لنی رو ببینی بچه، این هم از این. زیر اون کلاه جدید لنی یه آهی کشید. بعد یواش یواش نزدیک میشه به آخراش. داشت راه میافتاد سمت خونه، شنید که گفت یکی از دوستاش به نظر میاد ناراحتی. ببینم خوب نیست حالت؟ خدا رو چه دیدی، شاید امشب چیزی کنه خوشحالت. خوشحالم کنه امشب؟ مونده بود که لاورا منظورش چیه، نکنه اینم نشونه ایه. موندم آخه این همه آدم اینجوری نقشه کشیدم. خودشه. اینجوری لنی آماده کرد زمینه. میرم و وافگیر میکنمشون. رو شده برام نقششون. با یه صدای خیلی بلند وافگیر شدی؟ لنی داد کشید. سگ تفلگم از ترس پرید. زده به سرت لنی؟ حالا دیگه حال لنی از قبل هم بدتر شده بود. این یکی از بدترین روزای زندگیمه. پسر غمگین قصه ما پیش خودش گفت با زمزمه، مامان اومدم ببینم چیزی نمیخوای عزیزم؟ ناراحتی خیلی هم انگار، علتش چیه؟ چی دادت آزار؟ لنی به مادرش نگاهی کرد و سعی کرد گریه نکنه، ولی یه دفعه بغضش ترکید و اشکش سرازیر شد. بدترین روز عمر من همین امروز، مامان نشون دادم به من خانوادم، معلمم، همه دوستام که دوست ندادم منو، حتی یکم هیچ کدام. اوه عزیزم، غمگینی وقتی حست اصلا خوب نیستش، فکر میکنی هیچ کس با تو دوست نیستش، محبت دوستاتو از دست نده، روزی که فکر میکنی همه چی بده، غمگین نباشون، خدا مهربونه، توی سختی هات با تو میمونه، فردا اتفاق خوبی میفته، اینو قول میدم چون خدا گفته، نباید باشی از این روزا ناراحت، چون خداوند همیشه هست همراهت، خداوند دوست داره خیلی زیاد، چون تو هم زرنگی هم با استعداد. غمگین نباش چون خدا مهربونه، توی سختی هات با تو میمونه، فردا اتفاق خوبی میفته، اینو قول میدم خدا گفته، اینو قول میدم چون خدا گفته. مادر لنی جا خورد و فهمید که موضوع چیه. لنی تو فکر کردی امروز روز تولدته؟ خب مگه نیست؟
ولی عزیزم امروز نیست. مادرش اینو با تأثر گفت. امسال فرق میکنه، تقصیر تو هم نیست. هر 4 سال یه بار یه روز به روزای سال اضافه میشه. این سال با اون روز اضافی اسمش کبیسه است. سال کبیسه قبل کوچولو بودی و متوجه نبودی. پس اول مارس فردا. بعد از اینکه مامانش واسش توضیح داد که اینطور، لنی با حالت خجالت زده گفت کاش یکی به من گفته بودش قبلا. واقعا شرمنده ام لنی، عجب مادری ام من. اب نداره مامان، لازم نیست ناراحت باشی. امروزم خب یه روز خداست، چون واسه خدا عزیزی خواسته ها تو دور میریزی. حالا که لنی میره سر شام، حدسم اینه، بگین شما، گم نکرده لنی لبو جشن تولدش رو، فقط اشتباه کرده بود روز تولدش رو. ناراحتیش تموم شده، واسه تولد 8 سالگیش دلش دیگه قرص قرص شده. حالا نوبت آهنگای مسخره با لریه، بخشی از نمایش که لری میاد و یک آهنگ مسخره میخونه. بازم یه روز دیگه توی شهر تنها، وقتا بگذاره حتی اگه نخواد، ما دوباره برگشتیم. آره با پیشرفت کردیم. واه پایی نبا چطوره؟ اطرابش دادیم. بعد یا بده بیا پلاستیک ها باب دارو. حالا توی کارتونه چی هست؟ با پیداش کردیم. واه اینا ظرف چینیه، الان اینا میشکنه؟ اصلا حتی اگه تکونش بکن؟ آه بسه آفرن بیچینی دور زفا پلاشتی که حباب دار با بازم گشت خواست بابم حباب حباب دار نشونم رفتی هست پلاشتی که حباب دار. اینجا چه خبره بچه ها؟ بگی که اومده این داستان رابین خوب. حالا میرسی به سال اول. میخوای شربت تازه امتحان کنیم؟ تو کل این جنگل لنگش نیست. خیلی هم ارزونه، باور کنیم. با یه دور گل چطورین؟ شاید شما خوشتون بیاد، بذارمتون دو نفره. ببخشی یخشی دو نفره. چهار جلسه چهار شلیم. یه بسته از این شکلات یارز جی میخواییم. دوتا تیکه شکلات 90% اصل داره. پناه بر خدا، دوست که نیستی نه؟
اصلا آمدم. اینجا کوچولوه؟ خوش وقته. سخه پله؟ سلام. بیری برخشه؟ سلام. و قدقود جوجو و از پول داره پول جمع بکنیم و بیدیم فقرا. پول دار؟ اما ما پولدار نیستیم، مگه هستیم؟ نه، میبینی که پای پیاده داریم میریم، از خستگی داریم میمیریم. میبینی که ما حتی یه اسب هم نداریم، میشه آخه یکی بدون اسب پولدار باشه؟ راست میگی، دلیل قانع کننده ایه. اینا هم پیادن که خب، شاید بتونیم یه شربت بخریم. اون واسه بچه هاست. نمیدونم چرا آدم موقع سفر اینقدر تشنش میشه. دلمون میخواد واقعا بیشتر از این کمک کنیم، اما میدونین که این روزا اوضاع کسب و کار چجوریه؟ اینو خوب اومدی. به هر حال روزای سختیه، از شرم گاف هم سخت‌تره. خیلی سخت شده، میگن توی اداره کاریابی خود کارمنداش بیکار شدن. خیلی خوشمزه است. این کار خوب و محکم بچست. مواظب خونا باشین. خیلی کمه که جان کجوره، حالا چند تا میشه خرید؟ حساب کن بشمارم. اینا رو هم حساب کنیم یکی. خب پسرا، کاچی به هزی چی؟ بریم یه ماهیچه بخریم. تولدت مبارک نیست کوچولو. آخ جون، ماهیچه تولد. راش راشکی هم هست. فکر میکردم بازم مجبور میشم یه چوبیش رو براش درست کنم. وای، متشکرم آقای خوب. و شما ها؟ آبلی نداشت خانم لویس. روزگار سختی شده و خیلی اذیت شدیم، ولی همیشه به بچه ها میگم بکر یادن برفیگه اتحام نکن. این نه، اون یکی هیچ مسئلی پس خدا بزرگ نیست. دقیقا، ممنونم. سلام داروقه، چی باعث شد بیاین اینجا؟ فکر کنم واسه حالگیری اومده. نه اصلا نمیخوام این کارو کنم خانم لویس، ولی چه کنم، باید اون تیک گوشت رو ببرم، دست من نیست. چی؟ عذرخواهی میکنم، خیلی خیلی شرمندم. دستور از بالاست، مالیات ندادین بابت گوشت از پارسال تا حالا. من از پارسال گوشتی هم نخوردیم که مالیات بدیم. تو چه جور داروغه‌ای هستی که میای خونه مردم گوشتاشو رو برمی‌داری میری؟ ها اومد. من کاری نیستم، جدا شرمندم. این آبنامه نیست، اونا خیلی فقیرن. فکر کنم باید مشکلتون رو ببرین پیش پرنس جان. من مأمورم و معذور، خیلی وقتا از کاری که میکنم اصلا راضی نیستم. یعنی واقعا بردیش؟ نه پس، داره میاردش الان. شرمنده هم خانم رئیس، سعی میکنم یه ماهیچه دیگه گیر بیارم. خیلی مهربونی، نه ردیفش میکنم. بچه ها فکر کنم امسال هم واسه تولد فرنی داریم. بادم فرنی. واقعا مسخره است، جوابر یه پول از ثروتمندا واسه فقیرا؟ آخه سه روز کار برد که اون ماهیچه رو جور کنیم. مسخره ترین نوعه واسه سامین زندگی. یه گاو دوست گیرشون میاد، نمیدونن چطوری بخورنش. فقط واسه همون یه تیکه مجبور شدن 14 تا شربت بفروشن، 8 تاشم خودم خریدم. خب روزگار سخت. میدونی چرا روزگار سختیه؟ بهت میگم چرا. پرنس جان، همه چیزی رو سر اونه. چیزی رو سر اونه؟ راست میگه پرنس جان، در مورد پرنس جان باید یه کاری بکنی. مطمئنم او قدا آمد نیست، شاید نمیدونه مردمش تو چه بدبختیه. مگه میشه بیخبر باشه؟ کاری که میکنه دوستیه، او یه دوست واقعیه. دعا کنیم که شهری چارت برگردی، خدا کنه. آها، اون از فقرا میدوسته، چرا تلافیشو سر خودش در نیاریم؟ ها؟ منظورت اینه جواهرات پادشاهی رو بدوزدی؟ چرا که نه؟ آره، خوشم اومد. آره بچه ها، دزدیه، فرقی نمیکنه از کی. از این به بعد رابین خوب و دوستان وفادار از پولدارا میدوزن و میدن به فقیرا. دیگه صدقه جمع کردن رو فراموش کنی. تنها کار منطقی همینه. میشیم دزد از خاندان سلطنتی میدوزدی؟ عدالت خیلی با احساس و شاعرانه ای. من از هیچ که دزدی نمیکنم. شاید اگه اسمشو بذاریم بیلی بنفشه و دوستان وفادار دیگه نگران نباشی. اگه تو اینقدر سبزیت نداری که جلوی کسی وایسی و به جنگی ما داریم، بریم دوستان شادمان من. همراه هم میای؟ من رو بریم، ما پشتتیم رفیق. سبزیجات واقعی شما هستی. ما همه پشتتیم بیلی. شما همه گن مردای واقعی. شورش کردن خیلی کهده. خیلی بد شد. خدایا چی کار میتونم بکنم؟ من توی جنگل کاملا تنها با غورا. سخه پله، ببینم توی بول.
بفرس. اگه تو رو را بدم به نظرت اون قول پشت سرتم نمیاد تو. شب قشنگی ها، در خدمتی. آره رابین، خودتی؟ خودمم. سلام خانم لوئیس، این وقت شب بیرونی؟ آره، کسی خبر نداره، ولی من شبا واقعا گبر قهرمانم، با جانی ها می جنگم. جدا؟ شوخی کردم، دارم میزم جمع میکنم. خب دوستان وفادارت کجان؟ اونا دیگه دوستای وفادار من نیستن، ترکم کردن. از پیشت رفتن؟ خیلی متاسفم، حتما خیلی ناراحتی. بله همونطوره که بگیر. خانم لوئیس، قبلا یه بار گفتین هیچ مشکل بزرگی پیش خدا بزرگ نیست، از دست دادن دوستا هم شاملش میشه. آره پسرم، واقعا درد خیلی بزرگیه. زمانی یه پادشاه عاقل، حتی عاقل‌تر از ریچارد شاه ما، گفت بار رنجات رو به خدا بسپار و خدا بارت رو سبک میکنه. ولی چطوری این کار رو انجام بدم؟ چطور میتونم بار رنجامو به خدا بسپارم؟ بگو قلبت پر از درده، سنگین مثل کوه زرده، تنهایی از دستت کاری ساخته نیست، جز او یاری واسه درد تو نیست. مهرش بی نهایت، مرامش محبت، پیمان محبت با تو بسته، تا ابد پای این عهد نشسته. مهرش بی نهایت، مرامش هست محبت. آخه استفلکی را خیلی خسته بود. چی شده؟ توجه، ما صداتو نمیشنویم. ببین چه جمعیتی اومده اینجا، الان وقتش پول جمع کنم. ببخشید، من برای فقرا پول جمع میکنم، شاید شما هم بخواید برای مسابقه خیریه گلف ثبت نام کنید. شنبه هفته آینده است. شربت چی؟ هر هر شکرها. الان صدای منو میشنوید؟ آها الان خوبه. به مسابقه تیراندازی با کمان خوش اومدید. چه کسی بهترین کمان گیره؟ پرنس جان. کی از همه خوشتیپ‌تر و شجاع‌تره؟ پرنس جان. تنها کسی که از دست گولها در امان نگهتون میداره کیه؟ شهری شهر. درسته پرنس جان، آفرین. حالا گوشتا رو تقدیم کنید، گوشتا رو نکنید بیاد. متشکرم، ممنونم ازتون مردم بشنگا. بابت این هدیه های لذیذ ازتون قدردانی میکنم و مطمئنم شما هم از بابت قول ها از من قدردانی میکنین که شما رو از خطر اونا حفظ کردم. برو دارمه. عجب مسخره بازی در آورده. میبینین چه پادشاه فوق العاده ای هستم؟ نیستی. مگه قرار نبود منو قهره با جلوه بدی؟ چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟ نمیدونم. حقت بندازم به تو سیاه چال، اونم سیاه چال ناامیدی. نه تشویقش کنی، اون قهرمانه.
اون یارو دیگه کیه؟ نمیشناسمش، فقط دیدم دیروز داشت گوشت بخش میکرد. گوشت بخش میکرد؟ امیدوارم ازش گرفته باشی، یکی من مشکوک میاد. بله، توقیفش کردم. خوبه. شما دیدین چی کار کرد؟ جون بچه ها رو نجات داد. شگفت انگیز بود. داروغه، باید چیشید به این شورشگر باشه. برای شام غله دعوتش کن، میخوام مهمونش کنم، سور و سات و جورش کنم. اطاعت قربان. ببخشین. سلام داروغه، من یه تکه گوشتم ندارم. ببین، من فقط داشتم وظیفم رو انجام میدادم. همیشه با پرنس موافق نیستم، راستش میدونید؟ به ندرت کسی پیدا میشه که با پرنس موافق باشه، ولی خب اگه دستوراتش رو اجرا نکنی میندازنده تو سیاچال، و شایدم بدتر از اون سیاچال ناامیدی. فقط ناامیدی توش یه خورده بیشتره ها؟ او نه، سیاچال ناامیدی جای وحشتناکیه. اونجا همه امید تو از دست میدی و هیچ راه نجاتی اونجا نیست. به هر حال پرنس میخواد که امشب مهمونش باشی برای شام. برای شام؟ جدی؟ این که عالیه. اگه جات بودم اینقدر ذوق نمیکرد. اتفاقا میخواستم باهاش حرف بزنم. چیزایی هست که به نظرم اون باید بدونه، مثلا گوشت. خب من فکر میکنم که باید بیشتر احتیاط کنی. رابین، رابی جان، نام خانوادگی هم داری؟ بله، خوبه. اون که مطمئنم فامیلیت عالیه. نه خیر، عالی نیست، خوبه. بابا این که خجالت نداره، نام خانوادگی منم یه جورایی متوسطه. بهتون گفتم داروغه متوسط، خوبه. نام خانوادگی من خوبه. خب پس چرا نمیگیش؟ چی رو نمیگم؟ که فامیلی چیه؟ خوبه، رابی خوب. آه، فهمیدم. از آشنایت خوشحالم رابی خوب. این اصلا خوب نیست. هیزومه همه ترن، هیچ چوب کبیتی هم نداریم. چه اهمیتی داره، ما که چیزی نداریم بپزیم. منم خیلی گشتمه. منم همینطور لفیق. پس این نقشه احمقانه واسه چی بود؟ از گشنه گرفته شدن تو جنگل؟ باید کم به فرصت بگیم. قرار بود از خانواده سلطنتی دزدی کنیم، از صبح تا حالا یه سکه نقره هم ندیدیم. تعجبی نداره، ایون و اشتاف تو این جنگل زندگی نمی کنن، فقط ما اینجا زندگی می کنیم. الان به نظر شما میگید چی کار کنیم آقای عقل کل؟ نمیدونم که، شاید بهتر باشه یک قصد پیدا کنیم که شاهزاده ازش بیاد بیرون. اون قلعه اونجا چطوره؟ آقایون، بنده یک نقشه دارم. واه واه. واو، این میز از چوب ماهونه، خیلی زیباست. به نظر سنگین بیاد. این بوی ریحونه نه؟ عاشقشم. یکم میخوای؟ حالا که صحبتش شد راستش امکانش نیست، چون غذای کافی نداری. از قرار معلوم یکی گوشتای منو میبره میده به فقیرا. خودتون سر حرف رو باز کردی پرنس. دوباره فرصتی بودم تا در مورد گوشت صحبت کنم. میدونید مردم بتلکام خیلی محتاج و نیازمندن. از رو اسم بتلکام انتظار داری که این شهر پر از گوشت باشه، ولی اصلا توش گوشت نیست. منظور چیه؟ خلاصه حرفا با اینجا بهتون نشون میدم. در این تصویر میبینید که سناره گوش پایتر از میانگین ملیه. توی تحقیق فقط کروشنگ ها رتبش پایتر از مال ماست. ببینید کمک به خیریه امسال در پایتر حد بوده. چند تا راه بیشتر نمیمونه برای جبران. جبران؟ چی میگفتم؟ جبران! اصلا بذار یه جور دیگه بگم تا واضح تر بشه. شاید هم بهتر باشه؟ با آواز بگم. امروز پاک کنی نیستش که پاک کنی باهاش گشتگی رو خوش کن حرفم تا کنی سیر همه یه اون فقیرا رو. میدونی این قصی آدم گوش داره اونقدی که حتی حساب نداره. حالا باید چی کار کرد پرست؟ تقسیب کن با مردمت گوش، چاق شدی عین لاک پشت. همه این مردم شهر داشته باشم مثل تو گوشت. رابین خوب، فکر نمی کنم که گنجای شرفای منو داشته باشی. اصلا دوست ندارم به کسی کمک کنم، بخشش که هیچ گوشت بیشترم کم می کنم.
به هیچکی جز خودم من فکر نمی کنم. اگه من تو گوشتن مهم نیست، من هرچی گوشته می خورم. باید گوشتاشون رو واسم بیارن، منم قول میدم که خوب اونا رو بخورم. من هستم پرنس، ماهی چه بدست می خورم همشو چون خیلی خیلی خوشمزم. جدا و سمیه شامم جدا، آخه من پرسم باید گوش بخورم، انصافتون کجا؟ من گوشامو دوست دارم چون مردم به من دادم، خیلی بده که من بخوام کدوشونو پس بدم. بفرم اصلا صحیح هم نیست، یکم به حرفا فکر کن، این مردو بازر کن، اونا گوشتن و هیچی ندارن، یکم آخه ره کن. چطور دلت بیاد داری گوشت زیاد، من تو فقیرن و بچه های گرسنه رو نبرن یاد. بذار یکم فکر کنم. خب فکرامو کردم، هیچ گوشتی نمیدم، گوشتای بیشتر هم از مردم میگیرم. باز یکم بیشتر فکر میکردی برنس؟ برنس شب باز مگه میشه از این بطر نمیشه؟ گوش میخواد بدن، گوشتایم که میبینی به هیچ کسی نمیدم، اینو تو مغزت فرو کن. نمیدم یه دیگه گوشتای منو دزدیدی. چی؟ کاملا در اشتباهی، من دزد نیستم، دزدی کار زشتیه. تو گوشتای منو دزدیدی، انبارمو غارت کردی، میز غذامو خالی کردی، هیچی برام نذاشتی. تو یه دزدی داروغه، این خیارو دستگیرش کن، بندازش تو سیاهچال. سیاهچال اینا امیدی، کلیدشم بنداز تو. اگه یک بار دیگه این دور رو ببینم تو به چنگم بیافتی، میندازم تو سیاهچال نامیدی تا بپرسی. منظورم اینه که بپرسی، بقیه تونم همین جور. و اما در مورد تو میگوشتا رو میبریم خونمون. گوشتا رو میبریم خونمون. کارمون شاهکار بود، خیلی لذت بردم، کارمون خیلی درسته. فکر کن چه کمک کنی با این گوشتای دوستی میتونی بکنی. حالا همه چی با از دست دادم، دوستام، صندوق خیریم، حتی نمیتونم دیگه به متریکام برگردم. خانم لوئیس، عجیبه، شما همه جا هستی. هیزوما منو به همه جا میکشونن. همین هفته پیش گرم کار بودم، سرمو که بالا آوردم دیدم دارم توی شهر دیگه ازم جمع میکنم. چی شده پسرم؟ خیلی افسرده و ناراحتی، انگار کشتیات غرق شدن. هنوز حالت گرفته است؟ درسته، شاید حق با بیلی بود، شاید دزدی از پولدار راهی بود که باید میرفتم. کم کمشون وقت دوستامو داشتم. مطمئنی واقعا دزدی وضعیت رو بهتر میکرد؟ حالا دزدی هم که نکردم میخواد زندونیم کنم، پس چه فرقی داره؟ پس یه سیاهچال مخصوص من الان آماده داره. راستش یه نفر اونجا منتظرته. منظور تو چیه؟ داروغه، امروز گروه پرنس انداختش تو سیاهچال. اوه عجب، سیاهچال ناامیدی. سیاهچال ناامیدی؟ فکر کنم همون سیاهچال معمولیه، فقط ناامیدیش بیشتره. خدای بزرگ، حتما رو الان خیلی ناراحت و ناامیده. مگه اینکه یه نفر چیزایی که به تو یاد دادم و به اونم یاد بده. هرگز به کارگردان پلاستیکی اعتماد نکن. اون یکیو میگم. مشکل هرچی هم بزرگ باشه واسه خدا بزرگ نیست. حتی تنهایی و بی کسی یا زندونی بودن تو سیاهچال ناامیدی. درسته پسرم، فکر میکردی به آخر خط رسیدی، تا وقتی که فهمیدی کس دیگه ای به آخر خط رسیده. باید برم سراغ داروغه قبل از اینکه امیدش از دست بده. مواظب غولا باش. بچه هم مواظب اون سنگ باش. آره منظورم همون بود. شیش کباب سیخی شیش هزار. تو به
نظرت واقعا پشه ها صبح کجا میرن؟ خب معلومه دیگه، اونا صبح میرن سر کار. بچه ها رابین خوب، تو اینجا چی کار میکنی؟ دارم دنباله سب کن ببینم شما ها اینجا چی کار میکنی؟ فقط میتونم بگم نقشه برو تو که میخواستیم پیش نرفت. بذار بگم که اگه تو این نقشه رو کشیده بودی از اینم عصبانی تر میشدم. رابین ببین، من واقعا شرمندم، ما اصلا نباید تو رو تنها میذاشتیم. ما باید پشتت میموندیم تو خوشی ها و سختی ها. الان دماغم میخوره. ما باید به حرفت گوش میکردیم. ممنونم بچه ها، حرفتون برام یه دنیا ارزش داره. میدونید داروغه کجاست؟ از اون طرف صدای سازدهنی میومد. چرا میخوای بدونی داروغه کجاست؟ میخوام برم نجاتش بدم. چیست؟ میدونم که تنهایی و بی کسی چه احساسی داره. دلم نمیخواد کسی اون حسو داشته باشه، نه شما نه داروغه. شما هم با همین هر شکر هست. باید برم کلیدو پیدا کنم. شما فعلا صبر کنید. برای خیالت راحت، ما اینجا هستیم. نه من پایشم. مامان جون بهش بگو که من پایشم. خیلی حالم بده، خیلی حالم بد، خیلی غمگینم. آخه این چه جور جایی که اینقدر تاثیر منفی رو من گذاشته؟ چون اینجا سیاهچال ناامیدیه. رابین، از دیدنت خیلی خوشحالم، ولی من خیلی ناامیدم. هیچ کس دیگه منو دوست نداره. من دوستت دارم. تو آدم خوبی هستی داروغه. من تو رو از اونجا بیارم بیرون. همینو کم داشتیم، کلید اینجا نیست. فایده ای نداره، قفل کرده در و کلیدم انداخته دور. پیدا کردنش آسان بود. بزن بری. من خیلی غمگینم. کجا برم آخه؟ جایی برای رفتن ندارم. داروغه، هیچ مشکلی پیش خدا بزرگ نیست. میدونم قلبت پر درده، سنگی مثل کوه سرده، تنها از دست تو کاری ساخته نیست، جز او یاری واسه درد تو نیست. مهرش بی نهایت، مرامش محبت، پیمان محبت با تو بسته، تا ابد پای این عهد نشسته. مهرش بی نهایت، از تو می کنه اون مراقبت، مرامش هست محبت. خیلی خوب داروغه، بیا بری. این آشیر غوله، یه غول وارد بیتلنگهام شده. دوباره بیا. غول جان منو نخور، تو رو خدا منو نخور. محافظ شجای ما رو ببین. شما که اینجا منو تنها نمیذارین مگه نه؟ تو دوستم آزاد میکنی؟ آره هر کاری بگی میکنی. یه فکری دارم، میخوام هرچی میتونید گوش جمع کنید. گوش؟ همه رو؟ این نقشه جنگ یا ساندویچ؟ یعنی چه آخه؟ ها.
خیلی مواظب باش، خرسی من از بلندی میترسه. باید به رابین کمک کنی. خیلی ممنون داروغه جان. بچه ها خیلی سریع این گوشتا رو خالی کنی. تو خیلی سنگینی. آخه خرسی هم زیاد گوش میخوره. چه بد نباشه خرسی بعضی وقتا رژیم بگیره و سالاد بخوره. حالت خوبه خرسی جون؟ آقایون این آخرین تیکه است. گوش کنید بچه ها، آماده باشید. میخوام کاری بکنم که قول بیاد وسط میدون. هر وقت علامت دادم اهربا رو بکشید. خودش نقشه رو فهمیدم. گوش بارون، مگه منظورت همین نبودی؟ رابی بذار من قول رو بکشونم دنبال خودم. ولی این خطرناکتری کاره. میدونم. داروغه کمکم کن. منو ببخش خرسی جون. پوشتا به هدف شدی. چی کار کنم؟ بیا بگیرش. همه از واسه یه تیک گوش بود؟ اونجا رو ببین، فقط یه مقدار گوش میخواست. زنده باد رابین خوب، پادشاه ما رابین خوبه. شاه واقعی شما ریچارد شاهه، ولی تا زمانی که او برگرده به نظر من داروغه میتونه معاوض خوبی باشه. خیلی خوب. میدونی دارم در مورد کار خیریه فکر میکنم. برای بچه ها؟ برای بچه ها. منش بی نهایت کارش حمایت، ایمان محبت با ما بسته، تا ابد پای این عهد نشسته. منش بی نهایت مرامش هست محبت. خب نظر چیه؟ فکر میکنم خوشبخت‌ترین خیال دنیا. بوشبوشکم برگشته خونه. ما بوشبوشکم برگشته خونه. پس عالیه. حسای واقعا قشنگی بودم اگه نبایدی. آره واقعا. تو حالت خوبه لری؟ آخه هنوز داری آهسته را میری. خوب میشم، نگران نباش، دیگه خوشحالم. بوشبوشکم برگشته خونه. از قصه لری و جشن تولد گمشدهش یاد گرفتم. بعضی وقتا حس میکنی که همش اتفاقای بدی برات میفته و همه چی برخلاف میلته. مثل وقتی که انتظار جشن تولد تو داری ولی کسی یادش نیست، یا گم شدن موشموشه. درسته، در چنین وقتهایی باید به یاد بیاریم که خدا چقدر ما رو دوست داره و چقدر برای اون عزیزیم، و واسه همینه که میتونیم امید داشته باشیم که اوضاع بهتر میشه. کاملا درسته. و تو قصه رابین خوب و دوستاش که خب خیلی هم وفادار نبودن، یاد میگیریم هیچ مشکلی پیش خداوند بزرگ نیست. ببینیم رایانک امروز چه شعری برامون داره. از کتاب آسمان چیزای زیادی گرفتیم، نگران نباش باب، همه چی درست میشه. ما میتونیم که کلام خدا برای ببینی همه چی بهتر شده. کتاب مزامیر باب 55 آیه 22، مشکلات خود را به خداوند بسپار و او آنها را برایت حل خواهد کرد. درسته، هر وقت ناراحتی مشکلاتتو بسپار به خداوند و بذار اون کمکت کنه. ممنون باب، ممنون لری. خواهش میکنم. قابلی نداشت. خب بچه ها وقت برنامه امروزون به پایان رسیده. همیشه یادتون باشه که بوش بوشک کجا داری میری؟ برگرد تو قفست. بوش بوشک.
مناسب اون. خب دیگه مهم نیست اصلا. خب بچه ها یادتون باشه که خداوند شما را خاص آفریده. خیلی دوستتون داره. خدا نگهدار.